الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثناء خداوند بزرگ و با درود و سلام بر ارواح مطهر معصومین. یکی از داستان‌های زیبای مولانا راجع به آثار گناه در شخصیت آدمی. گناه یعنی نافرمانی خداوند و انسان را از قرب الهی دور می‌کند. وقتی ما یه گناهی رو انجام میدیم از خدا دور میشیم و خدا رحمت کنه علامه طباطبایی و هم آیت الله سعادت پرور میگفتن که گاهی وقتا آدم تو خونه یه عصبانی میشه، میبینه 20 سال عقب افتاد، دوباره باید 20 سال تلاش کنی تا برسی به اونجایی که بودی. یه جوش میاری، بد و بیرا میگی، جوش میاری، همه رو میترسونی، حق دیگران رو ضایع میکنی تو خونه و خانواده. بعد تو اون سلوکی که کردی، پیشرفتای معنوی که داشتی، میفتی عقب. در هر حال مولوی داستان زیبایی داره. گهگاه لابلای صحبتها گفتیم، میگه در زمان حضرت شعیب پیغمبر یه مردی بود و میگفت خدا من خیلی دوست داره، من هی گناه میکنم و لو نمیرم، هیچکی نمیفهمه من چه گناهایی میکنم. آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. پیش خودش میگفت من خیلی گناها کردم، خدا مثل که خیلی رابطه خصوصی با من داره، خیلی هوا منو داره، هیچ کس متوجه گناه های من نمیشه و خدا آبرو منو نمیبره، خدا خیلی احترام منو داره، با من یه رابطه خاص داره خدا. پس خدا گفت در گوش شعیب در جواب آن فصیح از راه غیب، چند و چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. خداوند به حضرت شعیب پیامبر، پدرزن حضرت موسی و پیامبر شهر مدین، وحی کرد که شعیب به این بنده ما بگو داری برعکس میگی، خدا توی گناه با هیچ کسی تعارف نداره، رابطه خصوصی هم با کسی نداره، گناه که بکنی اثرش برای تو ثبته. پس خدا گفت در گوش شعیب در جواب آن فصیح از راه غیب، چند و چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. گفت هر گناهی که میکنی خدا تو رو میگیره، همون موقعی که داری گناه میکنی این گناه به عنوان یک زنگار سیاهی بر قلب نورانی تو مینشینه، اونو از نورانیت میندازه. هر گناهی که انسان میکنه یه لکه سیاهی میفته بر روی این قلب سفید و اون طبیعت پاک بشر. چند و چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. میگه تو این زنجیرهای گناه، سلاسل یعنی زنجیرهای گناه، تو این زنجیرهای گناه به قلب و روح و پای تو بسته شده، نمیتونی و وقت پیشرفت کنی، نمیتونی پرواز کنی. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. میگه ببین یه دیگی که تازه خریدید شما نوه، وقتی بذاری روی حالا هیزم، روی چراغ گازی که دود بزنه، روی هیزمی که دود بزنه، وقتی اون چراغ، وقتی اون دیگ نوه، تمیز تمیزه، سفید سفیده، یه ذره دود بزنه قشنگ سیاهی رو به خودش نشون میده. قلبی که پاکه، نورانیه، دفعه اول اثر گناه رو خودش حس میکنه، میفهمه که این قلبه تیره شد، سیاه شد. ولی وقتی که یه دیگی سیاهی جمع شده از قبل روش، هزار بار گذاشتنش روی هیزم پر از دود،
الان اون سیایی های جدید که میره اضافه میشه دیگه فهمیده نمیشه، شناخته نمیشه، نمیشه تمیز بدیم، تشخیص بدیم. چند و چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. بر دلت زنگار و بر زنگارها، جمع شد تا کور شد ز اسرارها. میگه این سیاهی های گناه، تیرگی های گناه هی جمع میشه روی این قلب سفید انسان و از اسرار الهی محروم میشه. خب اولیای خدا وقتی قلبشون پاکه مکاشفات دارن. مکاشفه کشف یعنی پرده میره کنار. قبرستان که میرن صاحب قبر رو توی جایگاهی که اون عالم برزخ داره میبینن، میفهمین صاحب قبر الان کجاست. خدا رحمت کنه، مثلا شیخ عباس قومی معروف قبرستان رفته بود، یه مرده ای رو داشتن میآوردن، صدای فریاد و ناله این مرده رو حس میکرد که میگه این شطوری رو که داغ کنن این نره میزد، داد میزد. یه خبرهاییه، بعضی ها خوابای معنوی میبینن، اسراری رازهای الهی توی خواب به اینها القا میشه، خوابشون هم کلاس درس عرفانه. ولی آدمی که گناه میکنه و این گناه ها هی میاد رو قلبش جمع میشه، مولوی میگه که بر دلت زنگار و بر زنگارها، جمع شد تا کور شد ز اسرارها. اون وقت از این اسرار الهی انسان محروم میشه. در مکتب و فلسفه اگزیستانسیالیزم خصوصا کارل یاسپرز یه کلمه اینا دارن به نام grounds situations، یعنی موقعیت‌های مرزی. موقعیت‌های مرزی آدم توی یه لحظاتی تو زندگی قرار میگیره که خودش با خودش رو در رو میشه، خودش با خدا رو در رو میشه، حالت مواجهه با خود، مواجهه با خدا. مثلا یه دفعه به یه نفر میگن کرونا گرفتی، خیلی هم وخیمه، نمیدونم دیگه مرگت داره میاد، وصیتت بکن. توی این حالت آدم موقعیت مرزیه، یعنی آدم یه دفعه میبینی که میره تو بر این که معنای زندگی چیه، از کجا آمدم، چی کار کردم، رو در رو با خودش میشه. یکی از موقعیت‌های معروف مرزی مرگه، یکی از موقعیت‌های مرزی رنج‌ها و گرفتاری‌های زندگیه. یه دفعه میگن بچت نعوذ بالله تو بیمارستان داره میره اون دنیا، میبینی این موقعیت مرزیه. یکی از موقعیت‌های مرزی گناهه. آدم وقتی گناه میکنه، نافرمانی خدا میکنه، خدا رو از خودش خشمگین و غضبناک میکنه نعوذ بالله، این حالت حالت موقعیت مرزیه. گناه ها رو نباید آدم نعوذ بالله کوچیک بگیره و خیلی باید حساس باشیم که این گناه ها هم روح ما رو زخمی میکنه، نابود میکنه، سرنوشت ابدی ما رو خراب میکنه. مخصوصا گناه ها، خب میدونید مراتب هم داره، بعضی گناه ها صغیره، بعضی گناه ها کبیره. اون کبیره ها، گناه های کبیره به شدت مقام معنوی انسان رو از بین میبره و ساقطش میکنه و انسان رو لجنمال میکنه. این گناه های کبیره، گناه های کبیره گناه هاییه که خداوند تو قرآن وعده عذاب داده. تعداد گناه های کبیره رو ائمه اعلام نکردن، بعضی ها تا 70 تا گناه رو مثلا شمردن، ولی چرا اعلام نکردن؟ آره، چند تا از گناه های کبیره مثلا همه حق الناس هایی که ما پایمال میکنیم، رشوه گرفتن، رشوه دادن، دزدی کردن، اختلاس کردن، اینا گناه کبیره. خدا اینا رو نمیبخشه، عذاب میکنه. قتل نفس، زنا، فساد، فحشا، عرضم بوزه، گناه های جنسی، گناه های مالی، گناه غیبت، تهمت، آبروی دیگران رو بردن. یه بیگناهی رو یه دفعه تهمت بهش میزنی، میبینی بنده خدا آبروش رفت، دیگه نمیتونه تو اون محل باشه، میبینی از اون محل بلند شد رفت یه محل دیگه، خونه‌ش رو فروخت، میگه دیگه نمیتونم تو این محل سر بلند، میگه از این شهر میره یه شهر دیگه.
یه تهمت بهش میزنن، اینا میشه گناهای کبیره. تعداد گناهای کبیره مشخص نشده، علتش اینه مثلا بشر اینجوریه دیگه، دنبال توجیه میگه مثلا این 70 تا این 80 تا گناه کبیره، پس این گناه 81 گناه کبیره نیست، پس انجام بدیم، میشه گناه صغیره. کوچک شمردن خود گناهه، کوچک شمردن خود گناه که بگی این گناهی که من کردم که گناهی نیست، خود این میشه گناه کبیره. تکرار گناه صغیره میشه گناه کبیره. مثلا اینکه هر روز نمازش خواب بمونه قضا بشه، یه روز خواب موندی گناه صغیره، خب خواب موندی، خب برو فکر چاره کن. چطور وقتی میخوای سفر بری، میخوای بری فوتبال بازی کنی، میخوای بری با نمیدونم گردش تفریح، به 10 نفر میسپره میگه من بیدار کنین، خب برای نمازت هم بگو من بیدار کنین، برو یه ساعت بخر، گوشی تو تنظیم کن، سر ساعت زنگ بزنه. اینه که گناه های کبیره یه حالت نسبی هم داره. یه نکته دیگه هم عرفا میگن، حالا که بحث گناه شد اینم بگیم. ببینید حسنات الابرار سیئات المقربین، بعضی چیزا برای بعضی ها گناه، برای بعضی ها گناه نیست. اگه یه آدمی که 0 کیلومتر تازه مؤمن شده، حالا تازه 4 روزه نماز خون شده، این نماز اول وقتش عقب بندازه گناهی نیست، بگی حالا یه صد دیگه بخونه. ولی اگر یک نفری که مثلا 50 ساله داره نماز میخونه، اهل مسجد و منبر و مطالعه و فلانه، این نماز اول وقتش 5 دقیقه عقب بندازه، 10 دقیقه عقب بندازه، گناهه. گناه حالت نسبی داره. بعضی گناه ها برای بعضی ها گناه کبیره است، ولی برای بعضی ها نه، گناه کبیره نیست، صغیره است. بستگی به اون آدم هم داره دیگه، اون فهم و شعور آدم هم تو مسئله گناه تأثیر داره. اینه که گفتیم، حالا یه دونه دیگر هم بگیم. یه تقسیم بندی دیگه برای گناه داریم، گناه های قلبی ما داریم، گناه های بدنی داریم. گناه های بدنی مثلا دست می دزده، زبان دروغ میگه، اینا رو میگیم گناه های بدنی، با زبان، با دست. یه گناه هایی ما داریم گناه های قلبیه، مثل تکبر. سلام، صبح بخیر. یه سری گناه ها هست، گناه های قلبیه. گناه قلبی مثل تکبر، مثل ریا، مثل کینه توزی، مثل حسادت. گناه های قلبی بدتره یا گناه های بدنی؟ گناه های قلبیه. گناه های قلبی آدم از درون فاسد میکنه، مثل میوهی که وسطش گندیده، بعدم بذاریش وسط میوه میبینی بقیه هم میگندونه. قلب از همه مهمتره، که قلب آدم سلیم باشه. آیه 87-88 یا سوره شعراء 88 یا 83، حالا شک کردم، همین حدود 83 یا 84 یا 87-88 سوره شعراء میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت نه مال به درد میخوره نه پسر، غیر از قلب سلیم. قلب سلیم یعنی قلبی که شما بعضی موقع این دل آدمی میبینی، بعضی دلشون دل پاکیه، یه آدم متواضعه، بی ادعاه، آدمیه که تسلیم به حق. بعضی ها میبینی نه، تکبر دارن یا ریاکارن، قلبش خراب از ریاکاری، همش برای خود نه، هر کار میکنه برای خود نمایی. یا بعضی ها میبینی که مثلا کینه توزن. ما تو حدیث داریم پیامبر فرمود المؤمن لیس بحقودن، مؤمن کینه توز نیست، مؤمن انتقامجو نیست. مولوی از یه جا رد میشد، دید 2 نفر با هم دعوا دارن میکنن، بعد اون یکی به اون یکی میگفت اگه یه فوشم بدی 1000 تا فوشت میدم. مولوی گفت بیا 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 به من بگو، اگه 1000 تا فوشم بدی 1 دونم جوابت نمیدم. بعد اونا خودشون خجالت کشیدن و هم آشتی کردن. مولوی خیلی آدم پرتحملی بود تو این مسائل. یه بار یه نفر اومد، مولوی گفته بود که من 72 مذهبم، گفته بود من همه رو قبول دارم، به اصطلاح حالا به قول امروزی ها پلورالیست، یه نوع پلورالیست بود، همه رو قبول داشت، بگو همه دین ها همه مذهب ها راه سعادته. حالا این یکی دینداری آدم ها به قول بعضی ها علت داره و نمیدونم این پدر مادرش مثلا بودایی بودن شده بودایی، اگه همون هم پدر مادرش مسلمان بودن اینم مسلمان میشد. مولوی اینجوری نگاه میکرد، گفته بود من 72 مذهبم، همه رو قبول دارم. گاهی میرفت تو صومعه یه مسیحا با مسیحا عبادت میکرد، مولوی عبادت خودشو میکرد ولی قاطی اونا بود.
مولوی مسلمان بود، مسیحی نبود، ولی مثلا اونا رو هم تحمل میکرد. یه بار یه مسیحی اومده بود وسط مجلس سماع مولوی و اینها، تلو تلو میخورد، مستم بود. بعد یاران مولوی اومدن این مسیحی مست و بندازنش بیرون. مولوی گفت ولش کنین. گفتن آقا این مسته. گفت شما چرا نیستین؟ گفت بابا این مسیحیه. گفت شما چرا نیستین؟ خب باشه مسیح، چی کارش داری؟ مولوی تحملش خیلی زیاد بود. خدمت عرض کنم که به مولوی گفت تو گفتی یه نفر از این به اصطلاح تندروهای خیلی متعصب به مولوی گفت تو گفتی که من 72 مذهبم، همه رو قبول دارم؟ مولوی گفت بله. گفت مردی که نمیدونم مثلا کافر، نجس، فلان. آقا شروع کرد فحاشی کردن به مولوی. قشنگ فوشاشو که داد، مولوی گفت ببین من 73 مذهبم، اینایی که تو گفتی هم هستم، خیالت راحت برو. آره ببینید، مؤمن کینه توز نیست، مؤمن انتقام جو نیست، مؤمن اهل صلح. سازش ابن سینا در کتاب الاشارات و تنبیهات نمط نهم که فی مقامات العارفینه میگه عارف العارف و بسون بشون بسام. مؤمن همیشه خنده رو، خوش اخلاق، مهربان، انسان دوست. مولوی خیلی انسان دوست بود، همه رو دوست داشت، با همه هم شوخی میکرد. اینه که در هر حال گناه های قلبی مثل کینه توزی، مثل ریاکاری، مثل تکبر، اینا بدتر از گناه های بدنی هست. یعنی از درون اون مغز آدم، مغز آدم قلب آدمه، دل آدمی کانون شخصیت انسانه. دل که خراب بشه فاتح انسان رو بخون. این که دلمون رو خیلی باید فکر سلامتش باشیم، و گناه قلب انسان رو خراب میکنه. میگه که بر دلت زنگار و بر زنگارها جمع شد تا کور شد ز اسرارها. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.